سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان شیع رایس واج، گزارش ویژه خود در ماه جوان را با این عنوان منتشر کرد مسلمانان شیعه در محاصره شکنجه، سرکوب، کشتار و حرمت شکنی توسط برخی حکومتها و حملات تروریستی سنیهای تندرو در گزارش شیع رایس واج آمده است با یک نگاه دقیق و کارشناسانه به رخدادهایی که در ماه جوان گذشته به وقوع پیوست می توان به وضوح دریافت که میزان اقدام های خشونت علیه شیعیان و سرکوب های سازمان علیه آنان در این ماه 300 درصد افزایش یافته است. شیعه رایتس ادامه داد در این مدت شیعیان در برخی از کشورها به ویژه در عراق، نیجریه، پاکستان و افغانستان توسط افراتیون و تکفیری ها به شکلی کاملا سازمانیافته و با مقاصدی شوم هدف بیش از 260 عملیات خشونتبار بودن همچنین در گزارش ماهانه این سازمان آمده است برجسته ترین موارد خشونت و تعرض که در ماه گذشته ضد شیعیان اعمال شد اقدامات تروریستی، مصادره حق آزادی بیان، سرکوب آزادی های دینی و مذهبی، سلب آزادی های اعتقادی، بازداشت ها و احکام ظالمانه بود که علیه شیعیان بازداشت روا داشته شد. در بخش دیگر گزارش ماهانه این سازمان آمده است بر اساس اسناد موجود در سال 2018 میلادی 2186 مورد اقدام خشونتبار و تعرض ضد مسلمانان شیعه مستندسازی شده است این سازمان حقوق بشری که اتفاقات جامعه شیعه در سطح جهان را رسم می کند ادامه داد شیعیان به هیچ نهاد و یا دسته و یا جریان خاص سیاسی وابسته نیستند بلکه به کشور و سرزمین خود وابستند و فرزندان کشور خود هستند بنابراین نباید به شیعیان به عنوان تشکلی با مسائل سرفن سیاسی نگریست چرا که این موضوع کاملا مردود است شیعه رایسواج در پایان گزارش خود از دولت مردان و حکمرانان جامعه جهانی خصوصا کشورهای مسلمان خواست با رعایت حقوق شهروندی شیعیان از آنان در مقابل اقدامات تروریستی سنیهای های تندرو حفاظت کنند.